صبحتان بخیر بازم به صبح ها زندگی خوش آمدین افغانستان یکی از کشورهای زراعتی هست که مردم این کشور بیشتر با زراعت کار می کنن و همچنان از این طریق امور زندگی روزمره خود را به پیش می برن. اما اینکه وضعیت زراعت در سال 1397 در افغانستان چگونه بوده بحث می داشته باشیم با سخنگوی وزارت زراعت مالداری و آبیاری که امروز با ما هستند محترم اکبر رستمی خوش آمدین به صبح تشکر. زندگی صبح شما بخیر صبح شما بخیر سلامت باشین خیلی ممنون از این که بس تشریف آوردین و امروز بر ما برق دادین آقای رستمی وضعیت زراعت در افغانستان را در کل برای سال 1397 چگونه بررسی کنید؟ به نام و یاد خدا با سلام خدمت شما همکاران تکنیکی برنامه و بیندگان محترم صبح شما بخیر خوشبختانه در سال 1397 با وجود که امسال خوشکسالی ها تقریبا 22 ولایت کشور با چالش جدی مواجه ساخت و توانست روی بیشتر سکتور مالداری و معاشی در افغانستان تاثیر منفی به جا بگذاره با. ولی در این زمان تولید سبزیجات و میوجات ما در اکثریت ولایات در سال جاری افزایش داشت امه. انار امسال نسبت به سالهای گذشته تولید ما افزایش داشت انگور، شفتالو، زردالو، بادام، پسته، جلغوزی و در این زمان سبزیجات از جمله میوه ها میوه های کشور و دایم زمان در بخش سبزیجات تولید ما به وجود خشکسالی ها افزايش تاش صرف در بخش تولید غله جات به خصوص غندوم وللمی نسبت به سال گذشته تولید ما کاهش یافت که تقریبا <تصفح> 800000 میټریکټن الالمي و غندوم نسبت به سال گذشته تولیدات ما کم شد دلیل اساسی هم خشکسالی بود که امسال اکثریت زمین های للمی ما که با آب با باران وابسته است امسال خشکید از بین رفت و تقریبا یک میلیون هکتار زمین های للمی و گندم ما نابود شد به این ها سطح تولید ما نسبت به سال گذاشته کاهش یافت در این زمان در سایر بخش حتی در قسمت تولید برنج امسال 4 درصد نسبت به سال گذشته تولید ما افزایش یافت یعنی سطح عمومی تولیدات برنج در کشور امسال به 352 هزار متریک تن رسید که نسبت به سال گذشته 4 درصد افزایش یافته و سطح کشدارهای شالی هم نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش یافته خیلی عالی بین از درآمدی که ما در سال گذشته از این همه حاصلات افغانستان داشتیم و تونس که آید ناخالص دولت افغانستان را تشکیل بده در سال 97 چقدر یک قدر بخش زیادی زیاد از زندگی مردم در روستاهای کشور از طریق زراعت تامین میشن زراعت در تقویت اقتصاد ملی هم رول بسیار اساسی داره بل. امی وشی که در افغانستان موجود است ارزشش بر اقتصاد ملی 7 میلیارد دلار است امسال بالاتر از 820 میلیون دلار مجموعی صادرات کشور تاکنون است خیلی. 90 درصد از زیر محصولات زراعتی تشکیل میده اگر از طریق راه های زمینی است اگر از طریق دهلیز هوایی است وقتی که ماس یک محصول ما صادر میشه از 100 درصد 90 درصد از زیر محصولات زراعتی تشکیل می بنابراین زراعت در تقویت اقتصاد ملی رول بسیار اساسی داره قلب اقتصاد افغانستان را تشکیل میده وقتی که یک سکتور قلب اقتصاد یک کشور تشکیل بده به این معناست که در سطح محلات در سطح شهرها زندگی مردم وابسته به زراعت است زراعت است که در اتحاد افغانستان مسئولیت غذایی را به بار میره زراعت است که آید مردم ها کاهش میده یا افزایش میده ته زراعت است که زندگی مردم ها در سطح روستاها ها می از دولت اگر بر ما انوز نهایی نیست ولی در حال سال های گذشته سی تا سی دو درصد است خب بدون شک این سال با توجه به اینکه سطح تولیدات ما هم بیشتر شده زمینه برای گسترش صادرات هم بیشتر شده مشخص میشه در خط مثال که چه تغییراتی ایجاد شده خیلی مشخصا وزارت زراعت در سال 97 چه دستاوردهایی تونسته داشته باشه در 97 اولویت های وزارت زراعت روی توسعه و حیای سیستم های پایدار آبیاری مثل ساخت شبکه‌های آبیاری کانال ها آب سربندها به خاطر پوشش زمین های آبیاری در این بخش 235 پروژه آبیاری که دو شهر نو میلیارد افغانی و کرده در سطح کشور تکمیل و برابرداری بهره سپرده شده که از طریق از این پروژه آبیاری 51 هزار هکتار زمین تحت پوش آبیاری قرار گرفته یک میلیون تن از هموطنهای ما در سطح کشور از این پروژه مستفید شده خب طبعا یک از دلایل افزایش سطح تولید میوجات تطبیق پروژه آبیاری است کاهش زایات آب و در این زمان افزای شواهد مردم است بحث دوم یا اولویت دوم سکتور باغداری است <applause> که در بخش باغداری بالاتر از چل هزار جریب باغ های میوه مثل انگور، انار، زردالو، شفتالو، پسته، بادام و سایر میوجات مثل سیتروس باب در سال جاری ساخته شده خوشبختانه حتی سطح تولید مالته در سال جاری نسبت به سالهای گذشته فوق افزایش یافت تایی دو ماه گذشته یک بخش زیادی از بازار کابل و سایر بازارها را مالته وطنی ما تشکیل می در دا حالی که در فصلهای گذشته مالته سوات پاکستان بود ولی امسال مالته تولیدات کنر و ننگرهار جاگوزین مالته ننگره، پاکستان شد در این راستا هم بیشترین سرمایه گذاری شده سکتور سوم توسعه مالداری است احیای در این راستا گسترش و ایجاد فارم های مرغداری، فارم های ماهی پروری، فارم های گوداری و در این زمان توسعه بخش اصل که تولدات اصل ما بیشتر شد پروگرام های خوبی تطبیق شده مثلا کتا اشاره میکنم در بخش مرغداری سطح تولید گوشت مرغ فوق العاده افزایش یافتن 94000 مترکتون مجموع تولید سالانه ماست 10000 هزار امسال تولید ماهی در کشور رسید در این زمان در سایر بخش ها هم افغانستان رو به پیشرفت است اولویت چهارم که میشه روی از او اشاره بکنیم حمایت از زنان در سکتور زراعت است که چگونه ما بتونیم آید خانم های و فقیر در سطح محلات بیشتر بسازیم از طریق ایجاد فارم های مرغداری کوچک سبزخانه ها و گرین ها یا بخش های خانگی برای خانم ها در بخش تولید زنبور اصل ایجاد مراکز پروسس و سایر بخش ها بر خانم کار شده مجموعا برای 3500 خانم بخش های خانگی در سال 97 توزیع شده برای 22400 خانم فارم های مرغداری کوچک توزیع شده برای یک هزار خانم گاوهای شیری که بتانه سطح تولید لبنیات بیشتر شود توضیح شده تقریبا برای 600 تا 700 خانم صندوقهای زنبور اصل و سایر ابزارهایی که نیاز داشتن توضیح شده و مهمتر از همه در سال جاری با توجه به اینکه زعفران افغانستان رشد فوق داشت هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات به 17 کشور جهان زعفران مصادر میشه در درصد اشتغالی که در زعفران ایجاد شده ایر خوشبختانه توسط خانم برداشت خیلی. پروسس و حتی در قسمت صادرات هم خانم رول داره اولویت پنجم وزارت که میشه روی زو اشاره داشته باشیم منابع تنظیم منابع طبیعی است در بخش احیای جنگلات مسمیر احیای جنگلات غیر مسمیر علفچرها خصوصا ساحاتی که گیاهان طبی است مثل هنگ شیرین بویا یارلینگ چون بخشی از صادرات ما را نباتات طبی تشکیل می گزارش گزارشی که یک هفته قبل نشر تا یک سال گذشته برزش 100 اف تا نو ماه برزش میلیون دلار مجموعی صادرات گیاهان طبیعی ما را تشکیل می خیلی عالی از اینجا معلوم میشه که این وزارت در این سال دستاوردهای خیلی خوبتر داشته و تانسته کارکرد خوب داشته باشه ولی آنچه که هموطانهای ما شکایت دارن در راستای محصولات چنین است که محصولات افغانی ما همیشه بهترین ها بوده طبیعی ترین بوده ولی در راستای نگهداری این محصولات با مشکلات جدی مواجه شدن که کمبود سردخانه ها هست قرار وعده ای که در شروع سال شما سپرده بودین قرار بود که وزارت زراعت 200 سردخانه را به بهره برداری بسپاره برای این سال که از جمله 20 تاش باید تا حالا عملا به بهره برداری سپرده شده باشه حالا چه تعداد ایک... از اینا کار روش ریان داره و نتایج این وعده شما چه بوده به همون اندازه‌ای که در سکتور زراعت فرصت هاست چالش ها هم موجود است دلوقتي. یک حقیقت است که نباید ما را کتنام نه تنها در این وزارت بلکه در عموم افغانستان هست. در سکتور زراعت بله چالش های موجود است یکی خود سکتور زراعت, زراعت افغانستان انوز هم به شکل با وجود که سرمایه گزارای بسیار کلان شده به شکل بدوی و انانوی و سنتی هستند ما با زراعت صنعتی و میکانیزه تا حدی فاصله داریم احو. هرچند در دا یک تعداد زیاد از ولایت کارهای فوق العاده صورت گرفته بحثی سردخانه 200 سردخانه نیاز کل افغانستان است که ممکنی در یک ده بق بعد هم تحقق پیدا نکنه اگر ما بتونیم 300 هزار به ظرفیت 300 هزار میوه میوره سالانه نگهداری بکنیم برای 200 سردخانه نیاز داریم تخمینی که وزارت انجام داده که از این میان این شامل سردخانه 5000 تونه، سردخانه 500 می چکتونه و کوچکتر از اون میشه. 20 سردخانه اجالتا وزارت در سال 97 پلان داشت. 8 سردخانه 5000 میچیک تونه 12 سردخانه 500 میچیک تونه 12 سردخانه 500 میچیک تونه تقریبا 6, 8 ماه قبل ای به دو گذاشته شد به. که شرکت های داخلی و خارجی بیاین در این قرارداد ای پروسه اشتراک بکنه برنده قرارداد تا با توجه به نیازهایی که شما اشاره کردید و دقیقا جز نیازهای اساسی کشور است اینا ساخته شد ولی متاسفانه شرکت هایی که بتانه میارها و شرایط پوره بکنه متاسفانه پیدا نشدن چند دلیل وجود داره یک در بخش ایجاد سردخانه و شرکت های داخلی ما اصلا تجارب کاری نداره بلیزی که سردخانه در کشور ایجاد نشدن و با توجه به نگرانی های امنیتی که شش ماه قبل هم موجود بود کمپانی های خارجی هم در ایرسته علاقه بندی نشان ندادن که در پروسه اشتراک بکنه به این لحاظ رهبری وزارت تصمیم گرفت که دوباره ای به طلبی بگذاره که هر پروسی دو طلبی در مراحل تدارکاتیش حداقل سه ما نیاز داره خیلی به این لحاظ مراحل دوم نهایی شده از طریق تدارکات ولی این بار خوشبختانه شرکت های پیدا شده که بتانه با توجه به مشرایط که تا حد ما تر ساختیم تغییرات ایجاد کردیم بتانه این قرارداد داره برنده شود از وزارت زراعت کارا خلاص شده ما برای تصمیم گیری نهایی به تدارکات ملی فرستادیم خیلی. که انشالله کمیته تدارکات ملی روی زی تصمیم میگیره که این هم کار از آغاز شود زودتر در افغانستان حل شود و دهقین ما پس در راستای استفاده از محصولات و نگهداری محصولات خود با مشکل روبرو نشن آقای رستمی در سال 97 موثریت بودجه انکشافی وزارت زراعت در این راستا چگونه بوده چه تعدادی از, 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 این بودجه را شما تونستین که مصرف کنین و در کدام بخش یک میلیارد و تقریبا بالاتر از یک میلیارد مجموعی بودجه وزارت زراعت در سال 97 بود دولار سال بود. افغانی خیلی. 96 درصد بودجه وزارت در سال جاری مصرف شده که از نظر مصرف با توجه به اینکه وزارت یک از نهادهای دولتی است که بیشترین بودجه را داره پس از وزارت های انکشاف دهات و صحت عامه ولی از نظر مصرف در صدر قرار داره آه. که طبعا وقتی که ما پروژه را قبلا به شما اشاره کردم این خودش مسئولیت تطبیق پروژه انکشافی و مصرف بودجه انکشافی را نشان می‌دهد. که در تاریخ وزارت بی بوده در سال جاری یک از تغییراتی که نسبت به سالهای گذشته در تطبیق پروژه وزارت زراعت ایجاد شده تمرکز بیشتر روی زیربنای زراعتی بوده مثلا در از سیزده بنادر کشور در 11 بندر شبکه قرنطینه ما تکمیل شده <applause> که روی در این زمان مواد به وارداتی که از کشورهای خارجی وارد افغانستان میشه هر نوع مواد محصولات زراعتی حتی کودای به و ادویه زراعتی در شبکه های قرنطینی میشه مورد تست و آزمایش قرار بگیره و روی بهبودی صادرات ما رول اساسی را داره حالا چقدری قدری تانسته باشه چون هنوز هم چون تکمیل در شده ما از این قبیل مشکلات را در راستای خیلی زیاد میبینیم قطعا ما می مشکلات داشتیم در گذشته سرتیفیکیت ها دو نو سرتیفیکیت در بنادر کشور صادر میشد سرتیفیکیت اصلی سرتیفیکیت جعلی مافیا از سود می‌برد. فعلا یک سرتیفیکت شده امسال ما چالش کمتر با کشورهای همسایه داشتیم بس دیگه است که صادرات ما با مروال یا دیم سال ادامه داشت از اینکه ما بتانیم این چالش ها را به شکل اساسی حل بسازیم یک لابراتوار یا یک کمپلکس لابراتوار ما در بادامباخ ساختیم که یک از بزرگترین لابراتوارها در سطح منطقه است 400 میلیون صرف افغانی اما کمپلکس ازی ساخته شده لابراتوارها و تجهیزات بسیار مدرن از ترکیه وارد افغانستان شده انقریب قریب هم به بهره برداری سپرده میشه که میتونه یک نقطه عطف در قسمت تثبیت کیفیت محصولات زراعتی که صادر میشه و محصولات زراعتی که وارد افغانستان میشه باشه سرعت کار در این لابراتوار چگونه ای هنوز ام تکنولوژی ها جابجا میشه انقریب قریب رسانام شاید افتایزی خاط بود بحث دیگه ای است که در سال جاری یک تعداد پروژه بزرگ زیربنایی در بخش آبیاری آغاز شد کانال خوشتیپه یکی از بزرگترین کانال ها در شمال کشور است که آب ما از دریای عمو میگیریم که با ای از طریق کندوز به بلخ از بلخ میکنه به جزجان میرسه که جمعا در این مسیر سه ولایت 2.5 میلیون جریب زمین های زراعتی را تحت پوشابیاری قرار میده که طبعا سطح حاصلات بیشتر میره بندی مساقله در هلمند، کانال زمین در هلمند و کانال اندخوی از پروژه های کلان وزارت است که خوشبختانه در سال جاری هم و بخش امکان سنجی از آغاز شده در این زمان از جمله پنج مسلخه که تقریبا نو سال قبل آغاز شده بود یک پروژه ناکام وزارت بود در سال جاری دوباره کارش آغاز شد مسلخ رشخور شما شاید بودین که دو ماه قبل توسط شخص رئیس جمهور تا شد یک از مسلخ های میاری از ظرفیتش کلان است ممکن وقت برنامه نباشه مسلخ شکردرم انشالله تای دو یا سه ماه آینده تکمیل میشه تقریبا در روز قبل وزیر زراعت در سفری که به هیرات داشت از مسلخ هیرات هم دیدن کرد این مسلخ هم تا سه ماه آینده تکمیل و بهره برداری سپرده میشه مسلخ بلخ هم که تا سه ماه آینده تکمیل میشه و مسلخ قندوز در تابستان آینده تکمیل آه. میشه این پروژه ای تفاوتی بوده که نسبت به سالهای گذشته در تطبیق پروژه انکشافی در وزارت زراعت شکل گرفته خیلی عالی از امسال وزارت زراعت در راستای پروژه های خود کار کرده این نسبتا متفاوت داشته و یک تعداد زیادی از پروژه های خود را کار روش آغاز کرده و ان که خیلی زودتر به بهره برداری سپرده شود تا اینکه حداقل هموطنان ما و هم شهریان افغانستان هم بتونن که از این پروژه ها حداقل مستفید چند و نتایج کارهای وزارت زراعت را عملا به چشم خود ببینن و ما ما در این راستا پس از شکایت هایی از هموطنای خود نداشته باشیم خیلی ممنون از اینکه با صحب که تشریف آوردین و بر ما امروز وقت دادین سلامت, سلامت باشین خیلی, خیلی ممنون سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه با ما هستین فراموش نکنین در لحظات بعدی هم مهماندار هستیم و همچنان نظریات شما عزیزان را در راستای وضعیت زراعت در افغانستان خبرهای تازه از جهان سینما و ورزش هم در برنامه می داشته باشیم اما در حال حاضر آهنگ خیلی زیبایی از مهدی فراخ برمیگردیم شما بخیر تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین